جلوی نگهداری حیوانات خانگی رو میگیریم. این جمله نماینده استان اصفهان درباره طرح صیانت بود. در همین رابطه کارزاری اینستاگرامی در مخالفت با طرح صیانت را افتاده بود که ازتون میخواست اگر با طرح صیانت مخالفید عکس حیوان خونگیتون رو استوری کنید و مخالفتتون رو با این طرح ابراز کنید. امشب این طرح با عنوان صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر رو زیر ذره میبریم. گربه خونگی دارم که اسمش نقطه است. اینم عکس من و نقطه با همه. من و نقطه 5 ساله که توی 3 تا کشور با هم زندگی کردیم. نمیدونم شما حیوان خونگی دارید یا نه، اما اگه دارید میتونم بفهمم از ارائه طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات و احتمال قانونی شدنش چقدر میتونید عصبانی باشید، چنانچه این خشم و ناراحتی رو خیلی ها در شبکه‌های اجتماعی هم نشون دادن. این نقشه نشون میده نمایندگان کدام حوزه‌ها طرح صیانت عامه در برابر حیوانات رو امضا کردن، هاشور خورده ها امضا کردن. مثلا 3 نفر از 4 نماینده 4 محال بختیاری این طرح رو امضا کردن، از جمله نماینده لردگان که مردمش با مشکل تامین آب آشامیدنی دست و پنجه نرم میکنن و دانش آموزانش در برخی از روستاها به دلیل نبود پل برای رفتن به مدرسه از سیمبوکسل برای عبور از رودخونه استفاده میکنن. نماینده حوزه انتخابی گچساران که حوزهش با نرخ بیکاری 16% درگیره این طرح رو امضا کرده. نیمی از نمایندگان اصفهان که این روزها به خاطر اعتراضات زاینده رود اسم شهرشون صدر خبرهاست هم این طرح رو امضا کردن. نماینده ماهشهر هم که نام شهرش کشتار نیزار در آبان 98 رو به یاد میاره این طرح رو امضا کرده. اتا همه این بچه ها از بی آبی و اینا همه شون وضعشون خوب نیست، واسه همه مردم هم نه واسه خدا بگم، بخاطر که همه مردم دوست دارن اینجا از بی آبی ما موندیم چیکار کنیم، بعد تا اون دادا هستن که ما هیچ کده بودیم نمیدونید که اگه کمک کنیم تا دلم واسه اون نمیشیده. ویدئویی که دیدید مربوط به سیستان و بلوچستان بود. به دلیل بی‌آبی کودکان برای برداشتن آب سراغ حوضچه‌هایی میرن که در اونها گاندو یا سوسمار زندگی میکنه. در یک سال گذشته 9 کودک در سیستان و بلوچستان به همین علت کشته، قطع عضو یا مجروح شدن. از 8 نماینده سیستان و بلوچستان از محرومترین استانهای کشور 4 تای اونها این طرح رو امضا کردن. بی ربط بودن این طرح با مشکلات شهرها و استانها رو میتونیم همینطور ادامه بدیم. در واقع به جز استانهای هرمزگان، اردبیل، قزوین، ایلام و خراسان شمالی نمایندگانی از سایر استانها این طرح رو امضا کردن. آیا انتظار مردم از نماینده ها ارائه چنین طرحاییه؟ یا شاید سوال درست این باشه، آیا این نمایندگان واقعا مردم رو نمایندگی میکنن؟ جواب این سوال با ریاضی آسون تر به دست میاد. همه 75 نماینده امضا کننده این روی هم کمتر از 6 میلیون رأی داشتند. طبق آمار رسمی پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به سال 98 و متعلق به همین نماینده هاست. شاید بشه گفت حدود 7% از کل جمعیت و 10% واجدین شرایط طرحی رو امضا کردن که برای همه مردم تعیین تکلیف میکنه. شاید تصور بشه این طرح تخصصی و امضا کنندگان در این زمینه کارشناسن. 15 نفر از امضا کنندگان سواد حوزوی دارن، در واقع طلبه هستن. 13 نفر هم مدیریت خوندن که اکثرشون سپاهی هایی هستن که دکتری مدیریت دفاعی و مدیریت استراتژیک گرفتن. در رتبه های بعدی ادبیات عرب و ادبیات فارسی ها و علوم سیاسی ها هستن. البته در بین امضا کنندگان زمین شناس و جغرافی دان هم دیده میشه. و این نمودار هم شغل‌ها و سوابق امضا کنندگان رو نشون میده. 7 نفر از امضا کننده ها پاسدار، 2 نفر رئیس بسیج و 7 نفر هم در حوزه های علمیه فعالیت داشتن. مثلا بیژن نوباوه خبرنگار سابق صدا و سیما در ایالات متحده هم جزء امضا کنندگان طرحه، یا فدا حسین مالکی سفیر پیشین ایران در افغانستان. ارتباط این شغل‌ها به این طرح کمی عجیبه، اما از اون جالب‌تر ارتباطش با کمیسیون‌های مجلسه. قبل از اینکه سراغ کمیسیون‌ها بریم ماده 1 طرح رو بخونیم. حمل و نقل، گرداندن و نگهداری حیوانات وحشی نامتعارف مضر و خطرناک
از قبیل لاک‌پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس‌العین و میمون ممنوع است. در حقیقت حیواناتی مثل مار و سوسمار رو گذاشتن کنار حیوانات خانگی مثل سگ و گربه. کمیسیون های مجلس و گروه هایی از نمایندگان تشکیل میدن که هدف از تشکیل اونا بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح. 6 نفر از کسانی که طرح رو امضا کردن عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستند. 4 نفرشون عضو کمیسیون انرژی مجلسن و 7 نفرشون عضو کمیسیون عمرانی هستند. گرچه شاید این سوال پیش بیاد که لاک‌پشت چطور امنیت ملی رو تهدید میکنه یا نگهداری گربه چه ربطی به کمیسیون انرژی داره. شاید منطقی تر این بود که بیشتر امضا کننده از کمیسیون اجتماعی باشن. این کمیسیون با 4 نفر در رده‌های پایین جدول. وبسایت سویست حقوق حیوانات رو در 67 کشور بر حسب 9 مؤلفه بررسی کرده و بهترین و بدترین اونا رو مشخص کرده. هرچه کم رنگ‌تر حقوق حیوانات کمتر. در میان 67 کشور ایران 65 و رتبه بسیار پایین در رعایت حقوق حیوانات داره. بعد از ایران ویتنام و در آخر چین قرار دارن. در صدر جدول کشورهای اروپایی هستند. لوکزامبورگ اول و بعد از اون بریتانیا و اتریش هستند. در این بررسی عربستان سعودی با کسب جایگاه 5، ترکیه با 44 و آذربایجان 64 همگی بالای سر ایران قرار دارن. در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل همین جا در بریتانیا قوانینی وجود داره که همزمان هم ضامن حقوق حیوانات و هم ضامن حقوق انسان‌ها. واضحه که نتیجه اجرای طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات خطرناک و مضر هم حقوق کسانی که حیوان خانگی دارن رو زیر پا می‌ذاره و هم حقوق خود حیوانات رو.